به شم هشم نعصه به نسلیخ تورا سیوالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب بزرت هشم ایدبارخ پاراشای ویرا هستیم فصل بیست پاسوق شیش میفرماید و یوم رلاب ها الوین بخلوم گفت خداوند به عوی ملخ در خواب همچنین من دانستم زیرا با سادگی قلبت انجام دادی این را و من داشتم تو را همچنین از اینکه خطا کنی به من بنابراین اجازه ندادم که تو دست بزنی به او حالا برای خیلی مقادش می که اسکیم لو مال دباراف خداوند موافقت میکنه با صحبت های عوی ملخ که گفته بود به توم لواوی اینجا هم هشم به توم لواوی زیرا واقعا محکوم به مرگ نبود بر کاری که انجام داده زیرا با سادگی قلبش نمیدونست که این زن شوهر داره فقط اینکه که گفته به نیقیون کپعیم که خود عوی ملخ میگه خداوند باش موافقت نمیکنه فقط میگه که من دونستم که تو به توم لوا بخوا ولی به نیقیون کپخوا نمیگه شاید دلیلش اینه که خداوند ادعاشو قبول نکرد به خاطری که همچنین خودش گازل نکرده ولی با تمام این گرفتن سارایی و بردنش تو قصر این قلدوری پادشاهی که به قدرت خودش این کار رو انجام داده و سارا ایمنو به خاطر ترس از پادشاه مخالفت نکرده همچنین که عملا این گازل نیست که محکوم بشه به خاطرش ولی با وجود همه اینها نیقیون کپاییم نبوده یعنی این کارش درست نبوده که بخواد سارا رو بگیره ببره با وجوده که گفته بوده این خواهرمه و به خاطر این عوی ملخ میگیرتش ولی در عین حال این پاکی دست عوی ملخ نیست چون نباید سارا رو میگرفت و میبرد بنابراین در صحبت کشه میفرماید به عوی ملخ لغت نیقیون کپایم رو نمیگه توضیح دیگری هم داریم میتونیم به این صورت هم بگیم که از جنبه این که به دیور هشم در صحبت هشم نقیون کپاییم نایمده به خاطر اینکه ادعایی نیست به عوی ملخ عوی ملخ از خودش میاد میگه من با پاکی دست این کار کردم که میخواد خودش رو تصدیق کنه و تمام جنبای شکو شک و از بین ببره بنابراین چون اون خودش داره میگه اصلا لازم به گفتن نبوده پس نقیون کپه خواهم خداوند نمیفرماید ادامه فاسق میگه من من کردم همچنین تو رو از اینکه بخوای تو خطا کنی به من منظور اینه که میخواد براش نیتش رو بگه زیرا این چیزی که گفت به او عشم فرمود به عوی میله که تو میمیری نه بر اینکه سارا رو گرفتی بر اینکه تو الان بخوای برش نگردونی و بخوای بهش نزدیک بشی این باعث مرگ تو میشه بنابراین اختار کرد به او قبل از عمل و من که دور از این که بخواد خطا کنه اون چیزی که خدا بهش اطلاع داد که اون شوهر داره بعد پاسخ میگه مخطولی از خطا کردن به من این میخواد بگه که نیز اگر اطلاع نمیداد بهش یعنی خداوند به عوی ملخ نمیگفت که این شوهر داره نغزش پیدا میکرد و البته این چون نمیدونسته خیاب به مرگ نبوده عوی ملخ با وجود این در مورد عقداش باروخو نسبت به مسئله ابراهام آبینو و سارای منوال همشالو اینها سختگیر عقدش بارو خوب که از جنبه ای که بخواد با زن شوهردار همراه بشه که این زنوت ولی نمیدونسته از جنبه ای که سارا و ابراهام زشته براشون که چنین حتی حرمتی به اونا بشه چون اونا عزیزان و محبوبین خدا هستن بنابراین هشم دقت میکنه میگه لی میخطو لی که بخواد به من یه چنین خطایی رو روا بداری من جلوی تو گرفتم که دست به اون نزنی و ادامه که میفرماد الکن تطیخا لینگو علیها بنابراین من اجازه ندادم که به او دست بزنی لغت الکن یه مقداری به نظر میاد که توضیح بخواد میتونست بگه لون به تو اجازه ندادم چیه که, چیه که میگه الکن چون در ادامه کلام به این ترتیبی که داره پاسخ صحبت میکنه که میگه من دانستم که تو با سادگی قلبت این کار انجام دادی من دریخ کردم همچنین تو رزی که خطا کنی به من بنابراین اجازه ندادم که تو دست بزنی به او اومده این مطلب به ما اطلاع بده که من تو رو از این خلاف من کردم ولی اگر غیر از این بود که اگر میدونستی که اون شوهر داره و میگرفتیش کشته میشدی که خداوند فقط به خاطر اینکه تو فکر کنی به خاطر این مسئله تو رو میکشه و جریمه میکنه و میفرماید که مخشبت گویم آراا یعنی فکر ملت های دیگه که بعد باشه اصلا اشن اون رو به عمل حساب میکنه و جریمه میکنه و میفرماید که اگر تو میدونستی که این شوهر داره و با وجود این میگرفتیش حتی دستم بهش نمیزدی کشته میشدی همین که فکر میکردی که بهش دست بزنی کشته میشدی با وجوده که رابطه هم بین شما نبوده چون همین فکری که کردی که بگیریش که باش رابطه داشته باشی همین برای تو عمل حساب میشه و به خاطرش جریمه خواهی شد و طبق صحبت های خخامه نوزال می فرماد ملاخ دخافو در برشید ربا یعنی فرشته عوی ملخ رو از اینکه بخواد دست بزنه به سارا پل داد عقب زد همین که پاسخ می فرماید لونه تطیخا لینگو من اجازه ندادم که تو دست به او بزنی پس ملاخ من اش کرد و نگذاش به او دست بزنه اونو هل داد و عقب زد امیدواریم که آینده بسیار خوبی در پیش روی همه سروران باشه سلامتی و شادی مهمان زندگی همه ما باشه خیر همه انشالله به خوبی و خوشی پیش بیاد هر کسی در هر گرفتاری و ناراحتی و در هر عذابی است عقدش بار خوب به زخوت این دیورتورا و به زخوت آره برای نجات خیر بهش بده و آینده بسیار خوبی برای همه ما رقم بخوره آمین